دکتر صاحب جمشید دستا را با خودمان داریم و بحث افسردگی را باشون دنبال میکنیم. در برنامه گذشته در مورد علائم افسردگی دکتر صاحب جزئیات پرداختن، ادامه صحبت هایشان برای حل در چیست با جزئیات میپردازیم. با ایشان خوش آمدیم دکتر صاحب. تشکر، زنده باشین. به نام خداوند پاک و مهربان من خدمت شما و بینندای خوب نازنین احترامات خود تقدیم میکنم. تشکری میکنم از اینکه برنامه را میبینن و توجه و لطف میکنن. زنده و سلامت باشن. در برنامه قبلی در مورد علائم افسردگی پیشه جوانا و میانسالا بین 20 تا 60 سالگی صحبت کردیم، گرچه دوستا علاقمند عزیز که راه های حل زودتر بشنن، اما ما میخوایم با اجازهشان در مورد علائم پیش کودکا و نوجوانا و کهنسالا هم صحبت داشته باشیم. باز بخیر به راه های حل من به جزئیات اشاره خواهد کردیم. پیش کودکا از تولد تا 13 سالگی، اگر شما کودکایتان اینی علائم داشته باشه، به فکر ازی باشین که شاید افسردگی داشته باشه و با متخصص مشورت کنین. اولین علامه کودکا بیش فعالیتی و زیاد بیقراری هستند. بر علاوه بزرگا که در افسردگی بیحال میشتن، کودک بسیار فعال و پرتحرک میشه که ازی را میخواید در قدم مشکلات خود فراموش کنه. دومین علامه به هم ریختن خوابشان است. کودک خوابش خراب میشه، پدر مادر با خواب کودک خود مشکل پیدا میکنه. سوم خراب شدن اشتهایشان است و معمولا وزن خود از دست میتن، کودک لاغر شده میره. اگه کودکی دارن که صفات داره میتونه این مشکل پیدا کنه. بهانه گیر میشن، ده هر چی بهانه میگیرن، چرا در گلاس ما خوردی، چرا از قاب ما خوردی، خلاصه یک بهانه پیدا میکنه برای جنگ و جنجال و گریه که این میتونه پیش باشه. حالت پرخاشگری و جنگ و دعوا پیدا میکنه، کودک جنگره میشه با کودکای دیگه، با بزرگای خانه معمولا جنگ و دعوا میکنه. خیال پردازی، گفتگوی بیش از حد با خود، گرچه کودکا تا 7 سالگی امرای خود صحبت میکنن، دوست خیالی میداشته باشن، فکر میکنی که پیشروش کسی شده، ولی در حالت افسردگی بیش از حد میشه، دائم با خود در گفتگو هسته، خود مصروف نگاه میکنه. دروغگوی میشه کودک افسرده معمولا. پناه آوردن به بزرگاه، میای پیش کلانا میچسبه، در این خوش نشن یک پدر مادر که کودکشان دائم پیش از ایناست. این نشان میده که کودک یک مشکل پیدا کرده. کودک باید زیاد وقت با همسن سالای خود باشه، ولی کودکی که افسرده زیاد کوشش میکنه پیش بزرگاه باشه، به نوع یک پناهگاه بر خود داشته باشن. گریه بی صدا و تنها، معمولا در تنهایی خود گریه میکنن و معمولا گریهشان هم بی صدا است. در اتاق میری که تناشتن با خود گریه میکنن، شکایت از درد میکنن و در درد خود اغراق میکنه، دستشان کمی در دروازه خورده، زار زار گریه میکنه، فکر میکنه مرمی خورده باشه، از دردای عجیب غریب، ابرویم درد میکنه، مویم درد میکنه. مثل یک کسی رفت گفت ریشم درد میکنه، پیش دکتر گفت چی خوردی، گفت نان خشک همراه یخ، گفت بخیر من دردت مثل آدم از نخورده خوراکت. حالا اینا دردای بسیار عجیب غریب شکایت میکنه. دکتر اکثرا اطفال که نازدانه میباشه، باز وقتی که کمک کفگارم شما باز نازدانگری میکنه، گریان میکنه، دالت افسرده هم اینه میالت پیشان میتونه با وجود بیا. و بالاخره قهر و خدازاری و لجبازی، اتاق سر خود قلف میکنن، نان نمیخورن و امثال از اینا. کتا کتا اشاره کرده مگینی مجموعه دپالی و علایم قبلی پیش کودکا باشه میتونه کندید به افسردگی باشه. علایم پیش نوجوان، هدف ما از 13 تا 19 سالگی است. اگه جوانایشان ای علایم داشته باشه، به جایی که بعضا فشار میارن، لتکوب میکنن، خوب از علاج افسردگیش بپردازن. اولین علامه رو آوردن به مواد مخدر است پیش نوجوانان. پان مصرف کو، سیگرت مصرف کو و امثال از این چیزا زیاد میشه تمایل پیشان، دالی که دلیلش میتونه افسردگیشان باشه. دوم بی بندوباری جنسی و حالتهای غیر اخلاقی، غیر انسانی، حالتهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، به دیگرها کش میکنن، آزار برسانن. معمولا در مقابل اشخاص مسن و ضعیف بسیار بیرحم هستن، ایوانات علت کوب میکنن و حتی افتخار میکنن پشکت لغت زدم 2 متر باد شد و امثال از دیگه، که میتونه دلیل افسردگی باشه. تهدید به خودکشی و بعضا اقدام به خودکشی میکنن. خشم و عصبانیتشان زیاد میباشد، همیشه در خانه جنگ و دعوا امرای کلانا این مشکل پیدا میکنه، فکرای بد منفی در ذهنشان میگرده، بعضا شکایت میکنه، میگه مرا هیچ کس در خانه درک نمیکنه، مرا تایید و تصویب از کارایم نمیکنن، از خودشان بدشان می، از بدنشان، از فامیل، از کل چیز به نوع دلازار میباشه. اعتماد به نفسشان منفی میشه، فکر میکنه هیچ کاری از دستشان ساخته نیست، عزت نفس خود از دست میتن، در جمع حاضر نمیشن، در میمونی ها نمیرن، شرم خجالت پیدا میکنن، طلبکار و ناراضی هستن، از هر کس توقع بیش از حد دارن و از کلگی هم ناراضی هستن، از پدر، از مادر، از همه کی شکایت دارن. مشکل همیشه به گردن دیگران میندازه، گناه خودشان است و ایره همیشه حواله میکنه به دیگران. و مشکل دیگه شان عهد و پیمان و قول و قرار اینا دیگه سرشان استاده،
نمی باشه، وعده میکنن اما وعده خلافی. مشکلات مکتب و درس پیدا میکنن، مکتب نیمه میمونن، درس نمیخونن، معمولا شکایت از مکتب میاد که امرای معلم دعوا کرد، امرای ملازم مکتب دعوا کرد، خلاصه امرای صنفی خود مشکل پیدا میکنه و حتی بعضا مکتب نیمه رها میکنن، به بهداشت و تغذیه و ظاهر زیبایی خود دیگه توجه نمیکنن، فرار از خانه بعضی وقتا کار میکنن، یک چهار روز از خانه، از شهر، حتی بعضی وقت از مملکت فرار میکنن، میرن کی میتونه پیشون باشه. انورکسیا بعضن پیدا میکنن، بیشتیایی عصبی و حتی بعضی وقتا خودشان که خورد پس خود دلبد میکنن، که معمولا در خانه ما اکثرا میباشه به خاطر حفظ اندام خود، نان خوردی خود دوباره میرن خود دلبد میکنن، که بعضی وقتا میتونه خطر مرگ برشان پیش کنه، این مواد بر سیستم تنفسیشان به خاطر اندام خوب ول خود نکشین. ازو که نخورن که یک روز سر پرخوری و راههای علش و جلوگیری از اضافه وزن حتما صحبت میکنیم. یعنی اگه این مشکلات پیش یک نوجوان خود یک فامیل میبینه، به جای از کورالت کنه ملامت کنه، خوب از ببرن مشکل افسردگی حل کنن و کل مشکلاتش حل میشه. و بالاخره علائم پیش سال خورده، یعنی از 60 سالگی به بعد. ما در برنامه قبلی بین 20 تا 60 صحبت کرده بودیم، که دوستان میتونن از صفیق خوشحال جان توجه کنن. معمولا پیش کلانه و افسردگی کم می باشه، برعکس باوری که ما فکر میکنیم شاید پیش سال خورده افسردگی زیاد باشه، خوشبختانه که کم است. اما کدام علائم دارن اگه افسرده شن؟ گم گیج می باشن، سردرگم آدمای کلان، معمولا افراد دیگر که خانه میمون می نمیشناسه یا نام فراموشش میشه، می تو کی هستی، به چی کیستی، با وجودی که قبلا میشناخته، علی مشکل پیدا میکنه. بعضا رای منزل گم میکنن، خانه میان یک جای دیگه رفتن، راه را پیدا کردن نمیتونن، یا رای خانه قوم خیش خود گم میکنن، رفتن راه را نیافتن. فراموش کردن نان خوردن و دوا خوردن خود که یکی از مشکلات با کلان سالا در دوایشان است، که یک دفعه دوا را خورده باز فکر میکنه نخوردیم، که بنان اعضای فامیل مسئولیت داره دوای شبته دیگه دوا را از پیشش قید کنن، که دو بار سه بار دوا را مصرف نکنه، از یک طرف بدن ضعیف است، از یک طرف دوز دوا زیاد میشه، میتونه خودش برش مشکل خلق کنه که بعد در نظر بگیرن. تمایل به تکرار پیدا میکنن، یک قصر بار بار میکنه، هر دفعه پیش میری اونم یک قصر میکنه، بی خلقت تنگ میکنه از بس که قصر تکرار میکنه. بی تفاوتی و بی اعتنایی پیدا میکنه، اما متناوب است. به این معنا یک روز خبر میشه بچه فلانی مرده، دقصش نیست، اما چهار روز بعد باز پس چقچقش رو میکنه، والا بعد گپ شد بیچاره مرد. یعنی یک دفعه بی اعتنا است، باز یک دفعه پس اعتنا پیدا میکنه. و مصرف بیش از حد چای و قهوه و سیگارت. آدمای کلان سال که افسرده میشن معمولا دوستای خودم میخواین به بانی چای خانه از اونا میره. خب زیاد دیده میشه دکتر صاحب، اکثر شاید افسرده باشن. ما بستر افسردگی بر ما و شما بیخی فراهم است. یه قدری گپا عادی است که وقتی گفته میشه فکر میکنیم که چطور خواد بود. به خاطر شرایطی که ما و شما داریم، یکی از فاکتورهای افسردش ساختن ما شرایط اجتماعی است و ما شرایط بسیار بد اجتماعی داریم و این میتونه کل ما و شما را افسرده بسازه. این علائم افسردگی پیش سالخورده بود که دوستان میتونن در نظر بگیرن. یک چیز دیگر را میخوایم اشاره کنم، ما یک مشکل دیگر داریم به نام منیک، به نام شیدایی، دقیقا برعکس افسردگی است و این هم مشکل است. به این معنا آدم سالم در وسط حرکت میکنه، افسرده پایین است اما منیک بالا. شما یک کوه در نظر بگیرید، معمولا را در وسط کوه، منیکا در قله کوه ایستاده هستند، افسرده در دره کوه. ما علائم منیک میگیم چون بدن امراش کار داریم. کسایی که منیک دارن خود بیش بالاتر از دیگاه فکر میکنن، آدم فوق العاده برجسته متفاوت. یک علامه. دوم نیاز اینا هم مریض هستن؟ اینا هم مریض هستن، بله. نیاز کم به خواب دارن، 3-4 ساعت شب خواب میکنن، دیگه هیچ به خواب نیاز ندارن، با اونم خواب راحت هستن، کار میکنن، انرژیشان بیش از حد دیگر است، تقریبا دو برابر آدمای عادی اینا انرژی داره، بسیار فعال و پرتحرک هستن، سرعت تفکر دارن، گپشان زود است و حتی گپار یکش نیمه میمونه دیگه شروع میکنه مسابقه افکار در کلیشان است پرش. و به می خاطر است تا گپایشون بی ربط است. اینا وقتی کسی نو امرایشون مواجه میشه بسیار خوشایند است برای شخص، چون بسیار خوب پر انرژی گپ میزنه، اما چند دقیقه تیر شد خلق از یادم تنگ میکنه، از بس که نوبت گپ زدن نمیتونه رقم معمت یک سره جریان میداشته باشه گپش. بسیار سرعت داره در گپ زدن خود و میل داره که بسیار گپ بزنه و توجه و تمرکز نمی داشته باشه، فکرش از پیشش تیت میشه. آغازگر خوب است اما هیچ وقت کار به آخر نمیرسونه، چندین کار شروع میکنه نیمه میمونه، معمولا سرمایه گذاری های زیاد میکنه، ول خرچی میکنه و بعدش باز با شکست های اقتصادی زیاد. کسایی که تو دفامیلا دارن چندین دفعه شکست های اقتصادی قوی میخورن، چون هیچ فکر نمیکنن، فقط سرمایه گذاری. حتی اینمی حالت شتاب زره در ازدواج خود دارن، زود که یک کسی ازدواج میکنه، یک دفعه یک محفل عرسی دیده ازدواج میکنه، بعدش باز پشیمان میشه چند وقت بعد کی مشکل میتونسته باز، زود برانگیخته میشه به یک کمی موضوعی حالت هیجانی را میگیره و به کم موضوعی خورد پس دوباره میتونه که جگر خون شوه، بلی زود به کم چیز کم تغییرات میکنه. دنبال لذایز و خوشی هست اما متوجه
اصول اخلاقی و خطراتی که بعدن برش مواجه میسازن نیست، دنبال روابط جنسی، مواد مخدر اینا میگرده، اما بعدش بازم روش صدمه میخوره. مشکل دیگه پیشان آرزوهای دور و دراز دارن، بسیار کلان کلان که با آدم عادی قصه میکنی میگه یه ناشده است، ولی باز بعدش میگه که تو یک کارش بگی که امکان نداره. از انتقاد کردن بسیار بدشان میاد، نمیتونه انتقاد تحمل کنه، نظر مخالف خوش نداره. نه کمش خوب است، اما به این حالتش با زیاد است. بله پرتحرک فعال است، اما باز ازدواج بی جای میکنه، کل پیسای خود خرج میکنه، معمولا قماربازی زیاد خوششان میاد. کسایی که قمارباز هستن معمولا از این حالت دارن، هیجان بالا و پایین. اون آدم هستن در هنر بسیار پیش هستن، آثار هنری خوب میتونن داشته باشن، خوش خیال هستن، فقط در زندگی چیزای خوبه میبینه، هیچ از بدی ها خبر نمیشه که چطور است، و به این خاطر است که اینا شکست میخوره. در اقتصاد وقتی میخواد سرمایه گذاری کنه تنها اونم فایده ای زیر در نظر گرفته، اما موانعی که است او را متوجه نمیشه، یا در ازدواج که رفته تنها مقبولی و آرایش یک کس دیده، اما بعدش باز پشیمان میشه. خانم بدون آرایش ندیده. ندیده بله. اما تو گفتیم لباس های بسیار رنگا رنگ میپوشه، رنگ های بسیار عجیب غریب، معمولا رنگ های شوخ و طلایی و نقره ای و رنگا را میتونن، پرتوقع هستن و معمولا نشوگر هستن، مخصوصا اگه خانما باشه. همی که به ماینخانه دکتر بیا، دکتر متوجه میشه که آدم حالت منیک داره. این را به خاطری گفتم که ما یک ترکیب بزن میداشته باشیم به نام منیک دپریشن، یعنی هم شخص منیک داره هم افسردگی، این حالت متناوب داره. اگر دوستایی هستن که یک دوره بسیار خوب سرحالی نیست فتاره داره، ولی یک دوره پس افسرده و جگرخونی، یک دفعه سرحال، یک دفعه، کسایی که موج میزنن اینا کسایی هستن که حالت افسردگی دارن. و همونطور که پیشتر گفتم کارهای هنری پیششان زیاد میباشه، تحقیقات نشان میده 34% هنرمندای بزرگ جهان منیک دپریشن داشته. اگر میخواین یک هنرمند تشخیص کنین که منیک دپریشن داشته، یعنی یک شعرش میبینی که پر از انرژی است، امید است، آرزو است، چی پای خوبی گفته، ای به خاطر دولت منیکی را گفته. اما یک دفعه میبینی یک شعر دیگه غمگین، زندگی چی به درد میخوره، خدا برین بکشین، غم بخورین اینا. یک کسی که تو شعرایش موج زده یا کارای هنریش ای حالت منیک دپریشن داره، ولی کارای هنریشون مردم زیاد خوش میکنه. چی معنا؟ یک دفعه در سر قلیکوس چیزایی را میبینه که آدمای عادی او رو دیده نمیتونه، آثار بسیار شاد خلق میکنن. اما یک دفعه دیگه که باز در یما قصید تو غمگین آثار خلق میکنه، باز خوش آدمای عادی میه، ولی اینا حالت عادی نیست، حالت موزدن و پریشانی داره. و بالاخره یک نوع افسردگی دیگه هم داریم که به نام افسردگی فصلی یاد میشه. بعضی ها معمولا با تغییر فصل که در خزان و زمستان زیاد می باشه، به مجرد که روزا کوتاه میشه شبا دراز، اینا مشکل افسردگی پیدا میکنن که خوابشان بسیار طولانی میشه، کندی حرکتی پیدا میکنن، کسل و بیال، دلشان به کار نمیشه. که اگر دوستایی هستن که در زمستان یا وقتی آسمان ابری سیالت ها را پیدا میکنن، میتونن که اینا افسردگی فصلی داشته باشه، و تداویشم بر از این میالت معمولا 4 تا 6 ساعت روزانه اینا رو در مقابل نور آفتاب قرار داده بتونیم مشکلشان حل میشه. به می خاطر در ممالک دیگر در شفاخانه‌های روانی معمولا از چراغا استفاده میکنن که فضا رو همیشه روشن و نوردار نگاه کنه، که میتونه خود ازی برای آدمای افسرده کمک کنه. دوست عزیز، ای بود یک مجموعه از علایم افسردگی که فقط شماروار اشاره کردیم، نظر به برنامه‌ای که داریم که باید تو گفته شوه. شما یک دفعه لطف کنین چون ما به سرعت گپ زدیم، یک بار وقتی خوشحال جان در صفحه فیسبوک خود میمونه دوباره اینا رو ببینین، چک کنین پیش خودتان یا جوانتان یا کودکتان اجزایی که پیدا میکنین، خوب است برای حلش اقدام کنین. و ما هم تا اینجا تا حد ممکن راه های حل خدمت بله قبل از این طرف راه های حل دکتر صاحب، حالا می علائمی که گفتین یکی خو افسردگی مینیک است، دیگه انواع افسردگی رو شما علائم شو گفتین، حالا حتما یکی از علائم خود ما وجود داره. اونا یک سال نستم از دکتر صاحب، همگی ما افسرده هستیم؟ در برنامه قبلی من اشاره کردم که اگر 7 تا از این علائم ما داشتیم افسرده هستیم، بیشتر از او اگر شد شدید شده میره، تا 7 تاش خفیف است، کمتر از 7 تاش افسرده نیستیم. اما معمولا 3 تا علامه دکترها بر خود معمولا تشخیصشان است. انرژی که کس از انرژی خود زیاد شکایت میکنه، کسل و بیال شده، خوابش خراب شده، اشتیاش، معمولا این 3 تا کرکتر عالی بر افسردگی است. اما از 7 تا کم معمولا افسردگی نمیگیریم. اما شما بیشتر در بین گپم یک چیزی اشاره کردین که گپ بسیار دقیق بود. ما یک حالتی داریم آیپومانیک برش میگن، یعنی کمک منیک هستن، و این بسیار خوب است. کسایی که زیاد موفق هستن اینا کلشان حالتهای آیپومانیک دارن، زیاد استادا، کسایی که
به یک جایی رسیدن، اینا کسایی است که پر انرژی بوده، خواب کمتر کرده، زیاد تلاش کرده، ولی اگر از یک حد بگذره که کنترل خود از دست بدیم باز خطرناک است. کسایی که مانیک مکمل داره پیشروی می استاده شده نمیتونه گپ میگه بشی، پس از چوکی میخیزه، دکتر هرچی میگه بشی ششته نمیتونه، فقط شور میخوره، گپ زده میره، گپ زده میره، فکر زنگ میزنه که شماره چند تا وکیل داره، زنگ میزنه پیشروی که یک وکیل گپ میزنه، نصف شب اون باشه از خواب بیدار میکنه، همراه آدمای مشهور خوشش میاد که ارتباط داشته باشه، و پیسای خودمو تو مصرف کرده میره. این حالتش خوب نیست، ولی حالت خفیفش بله که ما یک مقدار دل باز داشته باشیم، یک مقدار خرج کنیم، پرفال باشیم. علاج و معالجه جناب دکتر صاحب چی است؟ برای افسردگی راه های زیاد دانشمندا تحقیق کردن و کار کردن، به خاطری که افسردگی از اول پیدایش انسان همراه انسان بوده، بنان توجه زیاد جلب کرده. چندین طریق برای حل افسردگی است. یکی ما روانکاوی داریم، یکی هم یک سایکوانالیز است، یکی هیپنوتراپی داریم، یکی انترپرسنل تراپی داریم، بیهیویر تراپی و رفتار درمانی داریم، کگنیتیو تراپی داریم، دارو درمانی داریم و شوک درمانی. گرچه شوک درمانی رو علی از لیست پاس کردن، مریض شوک میتن که جریان برق تغییر بخوره، و بالاخره یک طریق نو ولی جور کردن ساحه مقناطیسی توسط مقناطیس میتونن جور کنن. ما سر کل از اینا اشاره میکنم، ولی دو تا را باز زیادتر برای دوستا اشاره خواهد کردیم، یکی رفتار درمانی و یکی شناخت درمانی، چیزی که بسیار مهم است. اول در روانکاوی که یک پروسه طولانی می باشه که کمتر استفاده میشه، معمولا یک سال دو سال وقت در نظر میگیره، روانکاو همراه شخص کار میکنه، میبرش به دوره کودکی و مشکلات به صحنه آگاه میاره حل میکنه. مثلا در کودکی ما یک عزیز خود از دست دادیم، پدر خود از دست دادیم و او وقت ما نمیفهمیدیم افسردگی ما ساخته، ولی او امروز در صحنه آگاه میاره، همراه شخص کار میکنه، از نظر منطقی میپذیره که پدر آدم میتونه فوت کنه و این مشکل حل میکنه. در اینجا فقط چونی کار تلویزیون نیست دیگه، ایره باید متخصص کار کنه، ولی حالی در دنیا کمتر استفاده میشه. ولی چیزی که در اینجا میخوایم برای دوستای اشاره کنم، دوستای عزیز، ما همیشه احساس ما که خوب میشه یا بعد معمولا از دو طریقه ایجاد میشه. یکی از طریق پنج حس ما، مثلا اگه ما یک صحنه خوب و خنده دار ببینیم خوش میشیم امروش، اگه حالتای جگرخون رو بد ببینیم امروش حالت بد پیدا میکنیم، گپای خوب بشنویم، اما تو خوب بوی خوب اینا. بنان ما باید مراقب پنج حس خود باشیم، جایی که غیبت از دیگه ما نشینیم، جایی که شکوه و شکایت از ما دیگه زیاد گوش نکنیم، چیزای بد نبینیم، این میتونه ما را احساس ما را بد کنه. دوم، از طریق افکار میتونه احساس ما بد شه. اگه می دقیق دوستا را وظیفه بدیم شما برین در مورد خاطرات و بدتان فکر کنین، کلشون جگر خون میشه، ولی اگه سر خاطرات خوب خود فکر کنن شاد میشن. بنان از امروز اجزایی که میخوای جور باشه اینمی احساس خود کنترل کنن، معمولا از طریق افکار. زیاد ما میریم در دنیای فکر خود، آن چی بد کار بد شده در گذشته، باز به ذهن صحنه آگاه میریم و خود رنج داده میریم، یا خود ما کارهای بد انجام دادیم باز به ذهن خود میریم، او یک دفعه شده ولی 100 دفعه ما در ذهن خود باز خود رنج میتیم. بنان اینی گپ متوجه باشن. دوم، هیپنوتراپیست که او رام یک کسی که متخصص هیپنوتیزم است کار میکنه، که ما این دو تا بحث ما نیست. اما چیزی که حالی میخوایم اشاره کنم، انترپرسونال تراپی یا حل مشکلات بین الفردی میباشه. شما میفهمید یکی از دلایل افسردگی پیشش این است که در خانواده خود، در محیط کار خود، همراه پدر خود، اولاد خود، همسر خود مشکل می داشته باشه، و اینی مشکلات اگر حل کنن خود به خود افسردگیشان برطرف میشه. با یک فرد حتما مشکل دارن، با یک فرد مشکل دارن، در رابطه خود مشکل دارن که افسردگیشان ساخته. ما چند تا امی مشکلات عمده در روابط میگم. یکیش پرتوقعی است. بعضی ما متاسفانه پرتوقع هستیم، از هر کس زیاد توقع داریم، بیش از حد، و این ما را افسرده میسازه. چرا؟ چون دیگه وقت نداره بیا به توقع ما برسه. ما در دنیا هستیم که هر کس به خود رسیدگی نمیتونه، به ده ها کار خود نمیرسه. توقع داریم یک کس هم در جنازه بیه، هم در فاتحه بیه، هم در ختم بیه، بعد از اون باز نانم روان کنه، بعد از اون یک بار دیگه کنه، حضور کردن پیش ما بیه، باز بیایه. توقع داریم یک نفر در شین خوریم بیه، در عروسی هم بیه، در تخت جمعی هم بیه، بعد از اون سه بار بیه، با شینی هم بیه، باز از را مو کنه که مزد میخواییم. کاملا همین توقعات ما زنیم؟ کاملا. خود یکیش که بره کافی است، ولی ما بیش از حد توقع داریم. یا مثلا یک خانم از شوهر خود توقعی بسیار بی جای داره که مچم خانی چطور شه و این ماشین کالوشی خوشکندار داره، ما نداریم. ما بیادر اون در اروپا به خاطر آفتاب نداره جور کرده، تو آفتاب مقبول منظم داره خوشکندار. اروپا سی افغانستان است و ای افغانستان است. یا مثلا زنی برای می چیز خرید، تو برمه چرا نمی خرید، مز شرایطم فرق میکنه. یا فلانی ماشش $2000 است، از تو چرا $100 است. بنان اگه اجزایی میخواین افسردگیشون خوب شود، توقع رو سر از امروز پایین بره. هر چی در زندگی توقع ما کمتر شد، ما زندگی راحت تر می داشته باشیم، ما به خود کفایی میرسیم، باور به خود و توکل به خداوند متعال و ایس فرمول زندگی ما. ای که بشینیم دیگه برای ما یک کاری کنه، همیشه بدبخت هستیم و دیگر او کار نمیکنه، حتی اگه بکنه به میل ما نمیتونه بکنه. بنان اولین چیزی را که حل میکنن
توقف. دوم بعضی ها متاسفانه شکاک هستن. شک میکنن در خانواده خود، بالای دوستای خود. بنان مشکل شک خود حل کنن. اگه ایزای اسکالی گپ ما را میشنوه و خودش هم دیده که بالای چند نفر شک داره، مشکل از ایناست و بره لطفاً این مشکل خود حل کنه. بعضی وقتا ما همیشه تقصیر به گردن دیگه میندازیم، دلیلی که مربوط خود ماست. مثل که یک مرد از دست خانم خودش شکایت کردن رفت که خانمم کر شده، گفت چرا؟ گفت من یک دفعه سالون صدا کردم که چی پختی، نفهمید، دالیز اومدم پرسان کردم نگفت نشنید، نزدیکش اومدم پرسان کردم نشنید، خانمش گفت چرا؟ گفت هر سه دفعه من برای جواب دادم که مثلا شوروا پخته کردیم، خودش نمیشنوه، خودش کرد، خودش کرد، ملامتی رو سر خانم خود منداخو جواب داده بود، نفهمیده بود. بنان خوب است ما بریم مشکل شکاکیت خود حل کنیم و حل نکنیم، متاسفانه شکاکیت میتونه ما رو بسیار به مرضیای شدید ببره، حتی ببره طرف اسکیزوفرنی، اما مشکل جنون که شما میگین که حتما در موردش باز بس خواد داشتیم، برین پیش دکتر خب با دوا میتونه این موضوع پیشان حل شود. سوم کنترلر، بعضیا همیشه میخواین دیگرا رو کنترل کنه، اما خود کنترل نمیکنه خود، و معمولا کسایی میخواین دیگرا رو کنترل کنه، کنترل زندگی خود از دست داده. بله. این خوب به یاد دوستا باشه، کسایی پشت زندگی دیگه گپ میزنه که در زندگی خود دیگه هیچ چیز نمونده برش، عالی زندگی خودش کاملا با رسوا کردن دیگرا خود یک مقدار قناعت بده که امرنگ مشه، امرنگ مشه. بله یا مثلا یک کسی بیدیش نبود، بریدش نبود، دیگه میگفت چی؟ میگفتی که نباشه پایین معاده نمیبینیم، چقدر آید کردیم اینا. یک کسی گفتش قبول کرد، رفت بینی خود برید و درد و تحمل کرد، پس آمد گفت من هیچ چیز نمیبینم. گفت من مثل خود یک بینی بریده کار داشتم. حالی بعضی ها مثل خود یک بینی بریده کار میداشته باشه، اونه بیش پشت دیگاه گفزن دختر فلانی بچه فلانی چی کار داری تو زندگی خود؟ بعضی که دخترش یا بچهش از راه بر آمده باز تلاش میکنه که دختر بچه همسایه باشه، یا کلش از بیکاری میشه، کلش از این میشه که کس خدا داشته باشه. کاملا کاملا. و از نظر دینی هم که بسیار بعد گفته شده دیگه، مثل خوردن گوشت کسی که ما او را غیبتش میکنیم دیگه، لطف کنن امیر نکنن. اما غیبت که ما باید پس کنیم، متاسفانه یکی از عادت های فرهنگی ما شده و بسیار بد است، بسیار بد است. ما دو کار کنیم، اول خود ما غیبت نکنیم، دوم دیگه یک مجلس غیبت کشتیم، یا ما آدم بگیم که نگو پشت سر یک کسی، وا مت نیست، یا اگه هستم پیش روش برو بگو، یا اگه می کارو نمیکنیم حداقل ما مفلت ترک کنیم، ما کتش کلگگ نزنیم که سبب شوه که اینمی موضوع پیشاندگام زیاد شوه. حالت چهارم در روابط معمولا اساس و شکنند بودن است. کسایی که اساس است بدبخت است، ریشه کل مشکلات روانی اگر بگویم اساسیت هر چیز اساس قبول کنند. بله ما از برگ گل ظریف‌تر هستم، بالای چشم من نگو کبروس، مچم مرا پدرم نگفت از اینجا بخی اونجا بشی، تو چرا میگی؟ تو چرا میگی؟ در حالی که خانه پدرت بودی، خانه شوهرت است، در لباس هیچ کار هیچ کس کار نداشت اینا رو. چرا کار داری؟ بله ما وقتی ازدواج میکنیم یک قرارداد است که ما میتونیم در زندگی هم دیگه مداخله کنیم، گپ داشته باشیم و به تفاهم برسیم. تو نمیشه که ما در خانه پدرم تو بودم مالی تو شدیم، یا یک بچه‌م کل نگوین دخترها رو تنها میگیم، چون این گپ اکثرا از طرف دخترها گفته میشه. بله. که مرا نگفته بودن از جبه خوجا بشه خودمو جمی میشه. یا چرا پیش از عروسی نگفته بودی که تو آدم هست؟ حالا کل گپ خود نمیشه که پیش از عروسی بگی، من تو دادم خودم خودم گفت که اگر چاپی تو گپ با تو خود زدم. خب دکتر سب اول اما تو آدم نگیره، باز وقت گرفته که خب باید سازگاری داشته باشه. اول کس رو بگیره که قدرش رو بفهمه و من قسم داخل پدر خود بوده. نه ما یک چیز دیگه میگم خوشحال جان، بعضی مرا میگن که زد زنا گپ میزنی تو نیست، من میگم یک دخترم باید خودمو جهز کنه. امی دنیایی که ما زندگی میکنیم جای آدمای نازدان نیست، هیچ جای برای نازدانا نیست، این جای برای آدمایی است که خوب محکم است، هیچ به درد نمیخوره. یک دختر خودش باید کار خانه رو یاد بگیره، لباس خوب به شریعت اسلامی که گفته شده اونم چیز بپوشه، در مورد زندگی مشترک زناشویی یک جلد کتاب بخونه. فامیلش بسیار اشتباه کرده، مادرش خیانت کرده، پدرش برش خیانت کرده، تا اینی حد میگم که دختر خود آشپزی رو یاد نداده، مثل یک واجبات از دوتن ما اینه میکار بر هر زن هر جای دنیا خوب است یک غذا خودش پخته بتانه، یک لباس خوب، یک برخورد خوب، اینا مهم است. باز ما اگه یک عادت خراب داریم نمیشه این بهانه را کنیم چون ما سابق داشتیم، مثل از این میمانه که ما بگیم در خوردی جای خود تر میکردم خیرالیام تر میکنم، نه باید اصلاحش. بسیار تشکر، ادامه راه هفته آینده. ابراز سپاس از دکتر سیف جمشید رسا.